بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت شما. عنوان درس امروز در مورد کرون گاسترایتیس که شامل تایپ A و تایپ B گاسترایتیس میشه. التهاب مزمن معده در معاینه هستولوژیک با دریافت ارتشاء حجرات التهابی مشخص میشه که این حجرات التهابی مثل لیمفوسیت ها، پلازماسل ها و یک مقدار کم نوتروفیل های. ارتشاء حجرات التهابی میتونه که به شکل قطعه قطعه باشه، به شکل پچیفور که در مراحل مقدم بیشتر در قسمت های سطحی یا گلندولر قشای مخاطی دیده میشه. بعدا این پروسه مریضی باعث تخریب شدیدتر نوعی گلندولر میشه که مترافق با اتروفی و نوعی متاپلازیه که خود همین متاپلازی اینا میتونه ازمی اختلالات کرون گاسترایتیس باشه. گاسترایتیس مزمن به اساس مشخصات هستولوژیک تصنیف بندی میشه که به دو شکل، یکی سوپرفیشیال چنج و یکی هم گاستریک اتروفی هست. در صورتی که اتروفی گاسترایتیس همراه با تحسس کانسر میده باشه، ضرورت به انجام معاینات اندوسکوپیک و سرولوژیک مارکرها داره که این معاینات شامل استاندارد اندوسکوپی و همچنین تعیین چندین مارکر در سرومه که این مارکرها شامل اندازه‌گیری سطح پپسینوژن 1 و 2، اندازه‌گیری سویه گاسترین 17 که به نام گاسترین بسیار کوچک هم یاد میشه و همچنین آنتی اشپایلوری میباشه. دریافت‌های کلینیکی گاستریت مزمن، اینا بیشتر تغییرات هستولوژیک نشون میده. در مرحله مقدم گاسترایتیس مزمن سوپرفیشیال گاسترایتیس، در این مرحله چی تغییراتی دیده میشه؟ تغییرات التهابی که محدود به طبقه لامینا پروپریا قشای مخاطیه و در کنار از او اوزیما و ارتشاء حجرات التهابی هم دیده میشه، اما قدوات میدوی سالمه. پس در این مرحله قدوات میدوی سالمه، فقط تغییرات التهابی دیده میشه. مرحله بعدی و نهایی اتروفیک گاسترایتیس که در این مرحله ارتشاء حجرات التهابی و طبقات عمیق‌تر قشای مخاطی وسعت پیدا میکنه و تخریب پیشرونده قدوات میدوی سبب میشه. در معاینه اندوسکوپی قشای مخاطی نازکه و اویه تحت مخاط به وضاحت دیده میشه. گاستریک گلند یا قدوات میدوی میتونه که از نظر مورفولوژیک در گاسترایتیس مزمن تغییر شکل پیدا کنه و حتی سبب متاپلازیا بشه، طوری که قدوات میدوی به اسمال بول موکوزال گلند متاپلازی میکنن، تحول میکنن. این متاپلازی میتونه که به شکل قطعه قطعه باشه یا میتونه که یک بخش وسیع از میدر مصاب کنه و متاپلازیا باز یک ریس فاکتور عمده برای تحسس کانسر میده که اینا متاسفانه میتونه که از اختلالات نهایی گاستریت مزمن باشه. پس به صورت خلاصه اگر بگیم تغییرات استولوژیک در شکل سوپرفیشیال چیه؟ اینه که التهاب مزمن وجود داره بدون اتروفی قدوات، اسمی که در تصویر دیده میشه، تصویر استولوژیکی و ارتشاء حجرات التهابی وجود داره اما قدوات میدوی سالمه، و در شکل اتروفیک گاستریت مزمن چه خصوصیاتی داره؟ التهاب مزمن هم وجود داره و اتروفی قدوات هم در کنار از او وجود داره که این شکل پیش رفتین. تغییرات هستولوژی که در این تصویر دیده میشه کرونیک اتروفی گاسترایتیس که هم ارتشاء حجرات التهابی وجود داره و هم قدوات میدوی اتروفی کرده. در فاز حادی که هست، در فاز فعال، ارتشاء حجرات پولی مورفونوکلیار نوتروفیل دیده میشه و در شکل کویسنت یا شکل ساکنی که هست باز ارتشاء حجرات پولی مورفونوکلیار نوتروفیل دیده نمیشه در این شکل. در صورتی که کرون گاسترایتیس همراه با متاپلزیا باشه که پیشتر هم گفتیم متاپلزیا در این شکل بیشتر از نوع انتستینال انتستینال متاپلزیا که در این قدوات گابلت شکل دیده میشه، در قسمت بیشتر در قسمت انتروم میده است.
در قسمت پایلور میده. و در صورتی که گاستریت مزمن همراه با دیسپلزیا باشه، که دیسپلزیا مرحله پیش سرطانیه که این میتونه باز شکل مایلد باشه، مودریت باشه یا سیویر باشه، این هم میتونه در سیر گاستریت مزمن ایجاد بشه. کرونیک گاستریتیس وید دیسپلزیا که به شکل خفیف و متوسط و شدید دیده میشه. در معاینات اندوسکوپی در گاستریت مزمن چی دیده میشه؟ در شکل سوپرفیشیال چی تغییراتی دیده میشه و در شکل اتروفیک چی تغییراتی دیده میشه؟ در شکل سوپرفیشیال که اوزیما دیده میشه، سرخی دیده میشه، اگزودات و اروژن یا زایاد دیده میشه. قسمی که در این شکل دیده میشه این شکل سوپرفیشیال که هم اوزیما داره، سطح قشای مخاطی و هم سرخی یا اریتما داره. و در شکل اتروفیکی و با سرخی وجود نداره، همون شکل گره یا خاکستر شکله و دیگه چینهای مخاطی کاهش پیدا میکنه. و یک تغییر مهمی که دیده میشه این تحت مخاط براحتی قابل مشاهده. قسمی که در این تصویر میبینید که ویزیبل ویجل اویه تحت مخاطی براحتی قابل مشاهده، این در شکل اتروفیک اینه. کرونیک گاستریتیس به دو شکل تقسیم میشه، تایپ ا و تایپ بی گاستریتیس، که این به اساس چی تقسیم بندی شده؟ چرا تایپ ا و تایپ بی شده؟ به اساس ناحیه‌ای که درگیر میشه تبدیل شده به تایپ ا و تایپ بی، و همچنین به اساس مکانیزم از اینا، هم از نظر موقعیت فرق میکنه و هم از نظر مکانیزم. قسمی که تایپ ا که هست جسم معده درگیر میکنه و مکانیزم تایپ ا اوتوایمیونه، و تایپ بی که هست ناحیه انتروم معده درگیر میکنه و مکانیزم از این بیشتر وابسته به ایش پایلوری و دیگه عوامل مثل عوامل تخریشی مثل الکل و آسپیرین و دواها اینا میتونه باشه. در صورتی که هم جسم و انتروم با هم درگیر بشه به نام ا بی گاستریتیس یاد میشه. پس تایپ ا که هست بیشتر جسم معده درگیر میکنه و تایپ بی که هست انتروم معده درگیر میکنه. از نظر موقعیتی که معروف میشه به دو تایپ، تایپ ا و تایپ بی تقسیم شده. این از نظر موقعیت و از نظر مکانیزم هم تفاوت میکنه، که در تایپ ا علت بیشتر اوتوایمیونه، پروسی اوتوایمیونه، و در تایپ بی بیشتر ایچ پایلوریه. تست های سیرولوژی که کمک میکنن باز چی تغییراتی در تایپ A و چی تغییراتی در تایپ B. در تایپ A که هست چون گفتیم پروسه اوتوایمیونه، پس انتیبادی ضد عجولات پاریتالسین که این عجولات میفهمیم بیشتر در قسمت فاندوس جسمه در این رو وجود داره، و همچنین انتیبادی ضد فاکتور داخلی در تایپ A وجود داره دیده میشه. و چون در اینو گاسترید ترشح اسید کم میشه، در نتیجه سویه گاسترین سرم بالا میره. پس تغییراتی که دیده میشه در تایپ ای گاستراتیز شامل یک انتیبادی های ضد عجولات پاریتاله، انتیبادی های ضد فاکتور داخلیه، سویه گاسترین سرم بلنده و ترشح اسید بیزیک هست کاهش پیدا میکنه. و چون این پروسی اوتومیونه، پس انتیبادی ها در این شکل وجود داره. تایپ بی که هست باز معمولا سویه گاسترین و ترشح اسید معمولا در حد نرماله، اما زمانی که باز اتروفی شدید ایجاد شه میتونه که سویه هر دو تا کاهش پیدا. و به صورت خلاصه هم که از سه تفاوت های تایپ ای و تایپ بی در این تصویر مطالعه میشه. یک از نظر اسباب که تایپ ای علتی گفتیم اوتوایمیونه و تایپ بی بیشتر علتش پایلوریه. از نظر موقعیت تایپ ای بیشتر جسم معده درگیر میکنه و تایپ بی انتروم معده. و سویه عظمی اسیدی که ترشح میشه در تایپ ای کمه و در تایپ بی میتونه نرمال باشه، میتونه کاهش پیدا کنه یا افزایش بده. سویه گاسترین در تایپ ای بلنده، در تایپ بی نرماله.
و همچنین آنتیبادی هایی که وجود داره گفتیم ضد وجرات پاریتال در تایپ A وجود داره، در تایپ B آنتیبادی ها وجود نداره، آنتیبادی های ضد وجرات پاریتال. و امراض همراهی که مثلا در تایپ A وجود داره بیشتر چیه؟ پرنیشیز آنیمی های. و در تایپ B پپتیگال سل. پرنیشیز آنیمی های چرا؟ چون این هم توسط پروسه اوتویمیون ایجاد میشه و همین خاطر تایپ A بیشتر با امراض اوتویمیون دیگه هم هسته و بیشتر با پرنیشیز آنیمی ها همراهی داره. و تایپ B که هست باز چون H پایلوریه و یک از فاکتورهای عمده در پپتیگال سر H پایلوریه، میتونه پسی بیشتر با پپتیگال سر دیده بشه. پس در تایپ A گاستراتیس گفتیم که هم آنتیبادی های ضد اوجرات پاریتال وجود داره و هم دیگه امراض اوتیمیون مثل پرنیشیز آنیمیا. این آنتیبادی در اضافه تر 20% اشخاصی که سنین از 60 سال به بالای وجود داره و 20% افراد مصاب ویتیلیگو و آدیسون دیزیز هم این آنتیبادی در اونا وجود داره. در یک بر دوی مریضان مصاب پرنیشیز آنیمیا آنتیبادی بر علیه تایروید آنتیجن دیده شده. 20% مریضان مصاب امراض تایروید آوی آنتیپاریتال سل آنتیبادی. چون گفته این امراض اوتیمیون معمولا با هم وجود داره، وقتی حالت اوتیمیون وجود داره در کنار از اون میتونه مریضی اوتیمیون دیگه هم مثل مریضی اوتیمیون غده تیروید هم وجود داشته باشه. و آنتیبادی ضد اینترنسینگ فاکتور هم که هست نظر به پاریتال سل آنتیبادی در گاستراتیس تایپ A بیشتر اختصاصی. در 40% مریضای مصاب پرنیشیز آنیمی ها این آنتیبادی وجود دارد. همچنین در این گاستراتیس که هست رول تی سل خصوصا CD4 و آنتیبادی هایی که پیشتر ذکر شد اینا دخیله. حجرات جدری در این گاستراتیس مورد هدفه که منجر به اکلور هیدریا یا کاهش ترشح اسید معده میشه و حجرات جداری منبع اینترنسینگ فاکتوره. زمانی که اکلور هیدریا تشکیل شد ترشح اسید کم شد، در نتیجه جذب ویتامین B12 هم کم میشه که جذب ویتامین B12 که کم شد سبب کمخونی مگالوبلاستیک آنیمیا میشه که باز مگالوبلاستیک آنیمیا علاوه بر همو اعراض کمخونی که داره میفهمید که مگالوبلاستیک آنیمی خصوصا شکلی که کمبود ویتامین B12 باشه سبب تظاهرات نورولوژیک هم میشه. پس به علت کاهش ترشح اسید معده جذب ویتامین B12 مختل میشه و جذب ویتامین B12 که مختل شه هم مگالوبلاستیک آنیمیا تشکیل میشه و هم از اثر مگالوبلاستیک آنیمیا تظاهرات نورولوژیک تحسس میکنه. اسید معده رول عمده در نهی افراز گاسترین از جیسل ها داره. زمانی که اسید معده به اندازه کافی ترشح بشه سویه جیسل پایینه، ولی زمانی که باز اسید معده کم بشه افراز گاسترین زیاد میشه که در کاهش اسید معده هایپرگاسترینمیا رخ میده. چون گفتیم وقتی ترشح اسید معده کم شه ترشح گاسترین زیاد میشه، طوری که در این مریضی سویه گاسترین سروم افزایش پیدا میکنه و میتونه اضافه تر از 500 پی جی پر میلی لیتر بشه در مریضان مصاب پرنیشیز آنیمی. و دیگه ای که ای سی ال هایپرپلزیا و به وجود آمدن گاسترین کارسینوی تومور ای هم از اثر تاثیرات گاسترین در میلیه. ای سی ال انتروکرومافین سل لایک که این حجرات باز چکار میکنن؟ این حجرات هیستامین را آزاد میکنن و هیستامین هم باز باعث تحریک ترشح اسید معده میشه. پس گاسترین که هست این حجرات را تحریک میکنه و تحریک از این حجرات در نهایت منجر به گاسترین کارسینوید تومور میشه که اینا همه از اثر تاثیرات گاسترین در معده به وجود میاد. هایپرگاسترینمیا و اکلور هیدریا در افرادی که گاستریت تایپ A دارن بدون موجودیت پرنیشیز آنیمی هم دیده میشه و معاینه اندوسکوپی چی نشون میده؟ در این مریضا نازک شدن غشای مخاطی نشون میده. این تستینال میتوپلزیا بعضا در این مریضا به وجود میاد
و خود همین متاپلزیا ریسک کانسر معده بازداری مریضا افزایش میده. تایپ بی گاسترایتیس. تایپ بی که گفتیم بیشتر قسمت انتروم درگیر میکنه و بیشتر وابسته به چیه؟ ایش پایلوری. این یک شکل بسیار معمول گاستریت مزمن، چون ایش پایلوری انتان بسیار شایعه و این سبب گاستریت مزمن میتونه بشه. هرچی که سن بالا بره این مریضی بیشتر میشه، طوری که در سنین بالاتر از 70 سال 100% افراد مصاب اینو گاستریت مزمن هست. بعد از سدوی انتان بهبودی هستولوژیک میتونه نزده این مریضا دیده میشه و زمانی که باز گاستریک اتروفی تحسوس کرد تعداد انتان ایش پایلوری هم به مقدار زیادی کاهش پیدا میکنه. و در این سلاید هم که دیده میشه حجرات خود در این سلاید که هسته خود باکتری ایش پایلوری میبینه که وجود داره به مقدار زیاد. البته شدت آسیب هم بستگی به تعداد انتان هم تعداد باکتری هم داره و خصوصیات این باکتری ما قبلا هم مطالعه کردیم که چه خصوصیاتی داره. گرام منفیه، شکل مورپیچی شکل داره، گفتیم که یکی از اسباب عمده خود گاستریت های مزمن و خود مشکلات معده مایی، زخم های معده، زخم اثنی‌عشر، حتی سرطان معده، لنفوما، اینا میتونه که همین خود ایچ پایلوری باشه. و درجه التهاب به تعداد انتان ایچ پایلوری ارتباط داره، هرچی که تعداد انتان بیشتر باشه درجه التهاب هم شدیدتر. مرحله مقدم انتان انتروم معده درگیر میکنه، چون گفته این تایپ بی که وابسته به ایچ پایلوریه مربوط به انترال میشه و مقدار انتان ایچ پایلوری هم در همون زمان در حد اعظمیه در مرحله مقدم انتان. ارتشاء حجرات التهابی در قسمت لامینا پروپریا زیاد متبارز و این ارتشاء حجرات اپیتل هم بیشتر از شکل پولیمورفونوکلیار لوکوسیتا میباشه. در معاینه اندوسکوپی انتروم نرمال به نظر میرسه، ولی در بعضی مریضا در صفحه فعال مرض در انتروم خطوط سرخ‌رنگ دیده میشه. در معاینه رادیوگرافی چی تغییراتی دیده میشه؟ در معاینه رادیوگرافی زخیم شدن چینهای معده به شکل پولیپوئید دیده میشه که بیشتر برای ایچ پایلوری وصفیه. زمانی که التهابات معده زخیم میشه به شکل پولیپوئید، این وصفی برای مصاب شدن توسط انتان ایچ پایلوری. در حالی که اگر باز اروژن دیده میشه در انتروم به اسباب دیگه به غیر از ایچ پایلوری دلالت میکنه. وقتی که اروژن دیده شد به اسباب دیگه مثل چی؟ مصرف نسیدها، مصرف الکل و کلن این موادی که سبب اروژن میشه. به این عوامل هم باید فکر بشه. هرچند بیشترین علت خود همین گاسترایتیس مزمن تایپ بی ایچ پایلوریه، اما این دیگه عوامل هم باید مد نظر بشه. تشخیص به واسطه چی میشه؟ تشخیص از این دو نمونه بیوپسی گرفته میشه توسط اندوسکوپی. دو نمونه بیوپسی، یک از قسمت انحنای صغیر میده و یک بیوپسی از انحنای کبیر میده گرفته میشه که ای تیز 100% تشخیصیه. پس این بود انواع گاسترایتیس مزمن، که گاسترایتیس مزمن به دو تایپ، تایپ A و تایپ B، که تایپ A بیشتر قسمت خود جسم معده درگیر میکنه و مکانیزم از او اوتیمیونه و تایپ B که قسمت انتروم معده درگیر میکنه و مکانیزم از او بیشترین علت او ایچ پایلوری بود. پس خیلی خوبه که گاسترایتیس مزمن به نحو درست تداوی بشه تا یکی از پیشرفت از او به سمت متاپلزیا و دیسپلزیا و کانسر معده جلوگیری میشه. تشکر از شما، موفق باشید.